با نام و یاد خدا بخش پرسش و پاسخ جلسه امروز 17 آبان 1399 مصادف با 7 نوامبر سال 2020 با عنوان چرا اسلام و تشیع را آغاز میکنیم. سوالات مختلفی به دست ما رسیده بود و من حالا دونه دونه مطرح میکنم. سال اول پرسیده بودن که پاسخ شما نسبت به سوال دوم که مطرح کردید شامل مقایسه اسلام و سایر ادیان بود که اسلام رجحان به سایر ادیان دارد، لکن سوال صرفا در مقام مقایسه با سایر ادیان مطالبه دلیل منطقی و عقلی نکرده است. لذا خواهشمندم به سال دو بدون مقایسه با سایر ادیان نیز پاسخ دهید. ببینید، بحث دینی بحث عقلی نقلیه. وقتی الهیات رو به کار میبریم کافیست که اون گزاره‌ای که ما انتخاب میکنیم ضد عقلی نباشد، خلاف منطق نباشد، غیر منطقی نباشد، همین کافیست. اما بسیاری از این گزاره اگه تو بحث اعتقادی است دلیل داره، برهان داره، خب برهان شقامه میکنیم. وقتی میخوام بیان بگیم توحید اسلامی داریم، تثلیث مسیحی داریم، خب براهین دو تا رو با هم دیگه مقایسه می‌کنیم، چه دلیل عقلی؟ ما براهین توحیدمون برهان عقلی. بعد که خدا رو اثبات کردیم، نبوت عامه رو اثبات کردیم، نیاز به پیامبری رو اثبات کردیم، بعد پیغمبر خاصه که میخوای اثبات کنی که برهان عقلی نداره. اصلا امر خاص جزئی عقل بردار نیست، یعنی هیچ برهان عقلی بر امر جزئی قابل اقامه شدن نیست. اونجا دیگه بر میگرده به دلیل تاریخی. این اشتباه که ما فکر بکنیم هر امری با دلیل عقلی و منطقی قابل اثباته. نه، برخی از اینها مسائل تاریخی، اکثر مسائل تاریخی که برخی از این مسائل الهیاتی هم به بحوزه تاریخیش برمیگرده، اینها رو با دلیل تاریخی اثبات میکنیم. ولی اینا نباید خلاف عقل باشه، هیچ کدوم نباید به تناقض منتهی بشه. شما در این نکاتی که من عرض کردم تو هر کدومش اگر اشکال عقلی میبینید تذکر بدید، بنویسید، من وقت میذارم و پاسخ به شما میدم. چون مسائل اعتقادی مسائل عقلی است، نباید هیچ کدومش به اصطلاح تعبدی که نیست که پذیرفتن. اینم آقایی که فرمودن که اسلام تعبد بردار است، در معنای تعبدیشون اشکال دارن، اینجوری نیست. اون که تعبدی است حوزه عبادات است، نه تا حوزه فقه. اون حوزه فقه توقیفی است نه تعبدی. حوزه اعتقادات هم که عقلی است، ما استدلال میکنیم و پیش میریم به شرطی که مسئله کلی باشد. وقتی مسئله شخصی رسید، یعنی جزئی بود، نبوت خاص عیسی مسیح، یکی نمیتونیم دلیل عقلی بگیم که عیسی مسیح بوده است یا نبوده است. لحاظ تاریخی باید اثبات بکنیم عیسی مسیح بوده است، لحاظ تاریخی باید اثبات بکنیم حضرت موسی بوده است، موسی بن عمران بوده است، محمد ابن عبدالله بوده است. اینها دلیل عقلی نداره، رجحانشون رجحانه. یا میرسیم سراغ کتاب مقدس. خب در کتاب مقدس وقتی میخوام اثبات رجحانش بکنیم باید به محتواش مراجعه بکنیم. محتوا میشه بحث عقلی، فکر میکنم دو تا چهار تا باشه. بحث خدا بحث تماما عقلی است، باید اونو نمیتونیم بگیم چون فرض کنیم امام صادق گفته خدا هست، ما باید اثبات بکنیم خدا هست یا نیست. این جزئیات به این شکل، یعنی کاملا این مسائل تفکیک شده تو الهیات های ادیان مختلف و بحث شده. هیچ کس هم ادعا نمی کنه که با علم، با فرض کنیم فلسفه یا منطق، تمام این مسائل قابل اثبات است. بخشی از اون جزئیات که عرض کردم میره در حوزه تاریخ قرار میگیره. عرضم تمام شد. ممنونم. سال دوم که الان شامل چند تا زیر سوال هست، پرسیدن که سوالاتی درباره آخرین مقاله شما با عنوان تکفیر و تشیع دارم که پیرامون موضع‌گیری های اخیر آقای سید کمال حیدری درباره تکفیری دانستن شیعیان و پس از آن واکنش تند جامعه مدرسین حوزه قم به ایشون در برداشت. سالی که دارن این که اول از همه این که آیا میشه آقای حیدری رو با آقایان منتظری و سید محمد فضل‌الله مقایسه کرد؟ آیا ایشان رو میتوان به عنوان علمای نواندیش یا دگراندیش شناخت؟ و سال آخرش هم که نظر آقای وحید خراسانی در مورد تکفیر چیست؟ بله،
خب من نکاتی رو توی اون مقاله به دقت نوشتم، دوستان میتونن مراجعه بفرمان. آقای حیدری خب یکی از مجتهدین و مراجع جوان معاصر هستن. آرای کتاب هایی که تا کنون نوشتن غالبا مربوط به آرای 7 سال اخیرشون نیست، علل اغلب من با مطالعه عرض میکنم، این رفتم کتاب ها رو نگاه کردم به خصوص در حوزه تشیع. بنابراین اونچه که نوشتن در حوزه تشیع خودشون به قلم آوردن خلاف اون چیزی که دارن میفرمان، این ادله نقض آنچه که الان میفرمان در کتابهای خودشون به وفور یافت میشه. خود من نخواستم بحث جدلی بکنم، امیدوارم ایشون فرصت کنند و مطالب خودشون رو به شکل استدلالی بنویسن، وقت میشه بحث علمی کرد. بحث علمی کردن هم هیچ ایرادی نداره، تاریخ ما به حمدالله پر از مباحث متفاوت بوده. خب چون ایشون استدلال نفرمودن، صرفا ادعا کردند، خب این ادعا من اونجا مورد انتقاد قرار دادم، مورد نقادی قرار دادم. در این که کسانی بیان عرض کنید با ایشون برخورد بکنن، خب کسی تا کنون ایشون رو تکفیر نکرده، این رو به خدمت شما عرض کنم، برای ایشون حرف نادرستی. حتی اون آقایی که محسن عراقی هم که تندترین اعلامیه رو نسبت به ایشون داره تکفیر نکرده، جامعه مدرسین هم گفته حرف غلطی زده یا ایشون صلاحیت فلان رو نداره، اما تکفیر نکرده. بنابراین این که نسبت دادن تکفیر شده نسبت نادرستی است، یعنی اطلاعیه نشون نمیده کسی تکفیر شده خوشبختانه، و این باعث اصطلاح نکته مثبتی است که لااقل جامعه شیعی به این هم علمای شیعه به این اندازه از بلوغ رسیدن که حرف متفاوت رو تحمل کنن. خب ایشون حرف جدید هم نداده، حتی همین جمله آخری هم که در مورد تکفیر دانستن شیعه گفته، من دیدم در سال 2016 ارعور عالم وهابی مروج وهابی ازش استقبال کرده و گفته خیلی حرف حسابی زده، جانا سخن از زبان ما میگویی. از سال 2016 الان 2020 آقای حیدری هیچ مشکلی نداشته در حوزه علمیه، یعنی تحمل شده، یعنی میخوام بگم تحمل شده، و بنابراین مشکل تا کنون خوشبختانه مشکل عملی پیش نیامده که کسی نگران بشه. خب خیلی طبیعی هم هست که حرفی زد، حرف متفاوت زده شده، دیگران هم حرف خودشون رو بیان بزنن، بیان حرفاتون رو خیلی گفتگوی علمی با هم بکنید، استدلال کنید. من ایراد جدیم به خصوص جامعه مدرسین این بود که شما 4 تا آدم با سواد رو پیدا میکردی یه نقد علمی بنوشتی، به جای این که بگید تو به درد نخوری، تو فاسدی، تو گمراهی، من حرفم اینه، به جای این که افراد رو فاسد و گمراه خطاب بکنی، بیاید حرف رو، گفته رو نقد بکنید. این بسیار از کسانی که نوشتن رفتن سراغ شخص، من اصلا سراغ شخص نرفتم، رفتم سراغ قول. این توصیه امیرالمومنین به همه ماست، انظر الی ما قال لا تنظر الی من قال. حالا کی گفته؟ حالا هر کی گفته گفته، با هر انگیزه گفته گفته، اما حرفش درسته یا حرفش درست نیست. خب ایشون حرفای متعددی زدن، اون حرفای متفاوتشون عرض میکنم. گفتم اینا رو دو بخش کردم، برخیش که در حوزه به اصطلاح اسلامی میگنجه، خب حرفایی است که دیگران گفتند هم از ایرانی و غیر ایرانی، ایشون هم تکرار کردن بسیار خوب. حالا به عنوان یک فرض کنید فرد حوزوی بیان اینا رو بفرمان، هیچ مشکلی نیست، کسی ایراد داره خب به همه اونها ایراد میاد بکنه. اونجا هم نوشتم من ندیدم که فی الواقع مباحث درست حلاجی شده باشه، یعنی اگه ما میگیم پلورالیسم دینی واقعا به حق پلورالیسم رسیده باشه و بعدیم دفاع بکنی. فرق اینکلوسیویسم و اکسکلوسیویسم و پلورالیسم فهمیده باشیم و بیمزگیش دفاع بکنی، اما اینا مسئله نیست، میتونه کسی متوجه شده باشه یا نشده باشه. من یک نکته را فقط توی سخنان فرمایشیشون نقد کردم و اونم نشستم همه مصاحبه رو گوش کردم، یعنی اون مصاحبه با العربیه رو که 3 دقیقه کلیپ شده بود من کاملش گوش کردم که ببینم مجموعه چه گفته شده و چه شنیده شده. اونجا به این نتیجه رسیدم که حرفیشون فاقد دقت کافیه، یعنی تحقیق من نشون میده که ایشون چیز را که تکفیر دونستن، تکفیر باطنی دونستن، اصولا اصطلاح تکفیر در موردش به کار نمیره. کفر باطنی یعنی کفر اخروی،
این ادعایی است که همه اکسکلوسیویست ها یعنی انحصارگرایان که در همه ادیان اینها در اکثریت قاطع هستند، هم ادیان شرقی، هم ادیان ابراهیمی، هم اسلام، هم اسلام اهل سنت، همه میگن آقا تنها ما میریم بهشت. خب یعنی دیگران نمیرن. بسیار یعنی دیگران کافرن، بدون تعارف یعنی دیگران کافرن. اما این باعث نشده، یعنی اینو که دارم میگم پیش مثلا پیش از 90% دینداران دنیا همچون همه ادیان همچون باوری دارن، آیا این باعث شده که دیگران رو تکفیر کنند؟ من اشکالم به اینه، شما آمدی مقدمه چیدی نتیجه دیگری گرفتی. تکفیر باطنی یعنی اصلا کلمه تکفیر در موردش درست نیست. تکفیر یعنی این که ما به دیگری نسبت کفر بدیم که در نتیجه مرتد بشه یا ساب محسوب بشه و جانش گرفته بشه، اعدام بشه، یعنی محدور الدم بشه، محدور المال بشه، یعنی مالش در زمان حیاتش به وارثش منتقل بشه و محدور الارث بشه و زنش باید ازش جدایی بکند، یعنی دیگه حلال نیست برش، زنش محسوب نمیشه و بعدش هم آبروش هم احترامی نداشته باشه. آیا احدی از این چیز رو پذیرفته؟ آیا شیعه اینو میگه؟ بعد آوردم گفتم آره خیلی طبقه به طبقه، منظور چیه؟ اصولی یا شیعه اخباریه؟ شیعیان اخباری بله اونا تکفیری بودن، یعنی اهل سنت رو در دنیا کافر دونستن. دو تا مثالم زدم، صاحب حدائق یه فقیه اخباری است، ملا محمد باقر بیت المقدسی که محدث اخباری است، صاحب بهار الانوار، این دو تا ریفرنس هم دادم اونجا، اینا تکفیری هستن. اما اینا قاطبه شیعه هستن. میام سراغ شیعیان اصولی. شیعیان اصولی هم مشخصا از وحید بهبهانی شروع میشه تا امروز. همه علمای که شما میشناسید شیعه اصولی هستن، این از اون زمان از قرن 11 به بعد نه شیعه اصولی هستن. خب از شیعیان اصولی بنده از تقاضام از جناب آقای حیدری مشترد محترم اینه شما یک نفر یک عالم اصولی رو معرفی بکنید، دوتا هم نمیخوام، یه عالم اصولی معرفی کنید که غیر مسلمانان رو تکفیر کرده باشه. اگه پیدا کردید منتشر کنید و اگر پیدا نمی کنید اصلاح کنید. اونی که تکفیر شده توسط شیعان اصولی فقط ناسبی ها هستن، خوارج هم غلاتن، این رو هم اسم بردن و با صراحت همشون نوشتن، از صاحب جواهر بگیر، صاحب عروه بگیر، همشون تو معاصرین که آقا اهل سنت ناسبی نیستن، ناسبی یک اقلیت بسیار بسیار محدوده، یعنی شیعه اصولی اهل سنت را مسلمان میدانه. حالا این کلمه ظاهری واقعی هم که من چندان باش موافق نیستم، این مسلمانه که ظاهر واقع نداره، ولی برخی اینا را همین که پرسیدید، آقای وحید خراسانی مرجع سنتی کتاب نوشته، من کتابش گراور جلد کتابش هم گذاشتم که آقای حیدری ظاهرا این کتاب هم ملاحظه نفرموده، این دیگه معاصر شماست، 4 سال پیش منتشر شده. اونجا با صراحت میگه که مسلمان سنی مسلمان واقعی و ظاهری است. بحث ایمان، ایمان اخروی بحث دیگریه. این ما بحثمون تو دنیاست. آقای سیستانی هم که ازش سوال کردن نمایندهش آمده خونده، من اون رو هم درج کردم. و بعد علمای دیگر هم ذکر کردم. و آخرش میرسیم به این که متاسفانه فرمایش ایشون فرمایش دقیقی نبوده. این که حالا ما بیان بپردازیم اینو بخوام بگیم که چرا به روزش آوردن، اول چیزی به روزش نیاوردن، بحث علمی صورت بگیره و بعدم ما که حرف اشتباهی بوده، این حرف اشتباه اونم در حدی که آدم بیاد بگه من مرجعم، بعد بیاد مذهب خودش رو اینجوری دیگری معرفی بکنه، درست نیست، خلاف است. من اونجا میگم که این ادله من، شما هم ادله خودت رو مرحمت بفرمایید. بحث طلبگی بحث علمی خواهیم کرد. به نظرم این بهترین شیوه است که ائمه ما به ما یاد دادن. امام صادق همین جوری با منتقدان مواجه می شده. اما اینکه پرسیدید که ایشون شبیه مثلا مرحوم سید محمد حسین فضل الله بوده یا مرحوم شبیه مرحوم آقای منتظری بودن، میدونید بچه شبیه که احیانا تو ذهن این افراد ممکنه بوده باشه اینه که مثلا مرحوم آقای منتظری نکته متفاوتی با در مسئله فدک ذکر کردن که خب توسط اهل سنت بخش سنتی حوزه مورد هجوم قرار گرفتن. مرحوم آقای فضل الله در مورد این که آقا این چیزی که گفته میشه در منابر شیعی فراوان خونده میشه در مورد محسن پسر فاطمه زهرا که سقط شد و
دری که به پهلوی ایشون خورده شد، میگه مطابق تحقیقی که من کردم اون زمان اصلا خونه ها در نداشته، پرده بوده و شبیه وی. خب با ایشون برخورد شد. آیا کاری که به اصطلاح مسئله که شده شبیه اون دو نفره؟ اول در مورد آقای فضل الله، شما فتاوا رو نگاه بکنید از مقام رهبری فعلی بگیر تا غیر از به استثنای آقای منتظری، به استثنای ایشون که ازش دفاع کرد، همه مراجع وقت علش عملا چیز کردن، یعنی خارج از مذهب دونستندش. در مورد آقای حیدری کسی چون این چیزی ننوشته. در مورد آقای منتظری فراوان فشار آوردن، بخشی از فشارهاش یک هزارمش هم شامل حال بنده شد به خاطر شاگردی ایشون، اما دفاع میکنم اونچه که ایشون گفته بود درست، حالا جاش جای بحث کردنش نیست. نه، من معتقد نیستم که اونچه که به اصطلاح اون دو نفر رو میشه با ایشون مقایسه کرد. ما کسان دیگری در تاریخ تشیع معاصر داشتیم که حرفهای مشابهی زدند، مشکلاتی هم براشون ایجاد شده، مثلا مرحوم سید ابوالفضل برقعی. ایشون خب در مورد باورهای اصریشی نکات متفاوتی ذکر کرده. این نکاتی که ذکر کرده شباهت‌هایی با آنچه که جناب آقای حیدری فرمودن داره. اینا میشه با هم مقایسه کرد، اما هر کسی آدم خودشه، هیچ اشکالی هم نداره، یعنی میشه مطالب رو خوند و عالمانه بهش پرداخت و باش موافق بود یا مخالف بود. ایشون هم برخی مطالبی که ذکر کرده، مثلا این که آقا همه روایاتی که در مورد یا اکثر روایاتی که در مورد خاص شیعه هست مال مجوس هست و زرتشتی ها هست و نمیدونم جعلی هست و چه و چه و چه. خب ایشون تحقیق کرده تو این زمین، خب مستنداتش منتشر کن راحت. من وقتی میام میگن در مورد امامت این تعداد روایت فاقد سند صحیح و معتبر است، من به هم ذکر میکنم. خب این یه حرفه. یه وقتی شما بیایی حرف کلا بدون مستند بفرمایید، ایراد من حداقل به جناب آقای حیدری عالم محترم سر اینه که مستندات خودتون رو منتشر بفرمایید که وارد بحث علمی بشین. و همین، بیش از این نه. من از این که ایشون بتونن آرا خودشون رو منتشر بکنن، کمان که تالات منتشر کردن، دفاع میکنم و دیگر اندیش هم هستن، هیچ مشکل نداره. هر کدوم از ما یه حرفای متفاوتی داریم، ایشون هم حرف متفاوتی داشته باشن. نو اندیش هم که ماشاءالله ارزش عریضه، هر کسی میتونه نو اندیش باشه، در این حیث هم مشکلی نیست. سپاسگزارم. سوال بعدی پرسیدن در مورد بحث لزوم رعایت جنبه کارشناسی در اسلام شناسی و تفسیر قرآن و روایات، آیا تاکید بیش از اندازه بر کارشناس بودن روحانیت به انحصار طلبی این قشر نمی انجامد؟ مثلا در حوزه پزشکی و ریاضیات هم ممکنه به افراد متعددی از کارشناسان این حوزه رجوع کنند و خود رو به یک کارشناس وفادار ندونن. این دو حوزه هیچ تفاوتی با هم دیگه نداره. یعنی اینکه شما در حوزه پزشکی فقط میتونید به کسانی که دانش پزشکی آموخته باشن، لازم نیست که ملیتش چی باشه، مذهبش چی باشه، هیچی لازم نیست، فقط اهلیت پزشکی داشته باشه. در حوزه علوم اسلامی هم همینطوریه. بحث این نیست که روحانی باشد یا نباشد، اصلا نه لباسش در اینجا ملاکه، نه حوز رفتنش ملاکه، مهم اینه که این علوم رو بداند. همین، یعنی دانش صلاحیت علمی لازمه، نه روحانی بودن یا نبودن. اما این که ما فکر بکنیم، ببینید از اون تالی فاسدش رو بگیم که نه هر کسی میتونه، خب بسیار خوب، میشه تعمیم جهل، تعمیم جهالت. الان حرف‌های مفت فراوانی در حوزه تفسیر قرآن، در حوزه فتاوای فقهی آدم مشاهده میشه که واقعا مخش سوت میکشه. یعنی این حرفا رو که میشنوه اون وقتی که حرف درست میونه، این همه حرفای نادرست گم میشه. من عرضم اینه که این شیوهی که متاسفانه از دهه 50 گرفته شد توی ایران به خاطر کمکاری بعضی از فقها و علمای سنتی، وارد این شدیم که هر کسی بیاد که حرفی بزند اما تو پروتستانتیزم تو عمل رعایت انجام بده، خب نتیجه خوبی نگرفتیم. من اگه بخوام بگم، ببینین اونچه که مثلا فرقان از توش بیرون اومد فکر میکنید چی بود؟ من همه رو خوندم، جوونم که بودم خوندم. یا الذین یؤمنون بالغیب، یعنی کسانی که به مبارزه زیرزمینی قائل هستن. این فرمایش بوهربار آقای گودرزی فرمان رهبر فرقان. میخوام دوباره حرفا رو تکرار بکنیم.
یا اون آقای دیگه، من اینا چون همه خوندم الان تو ذهنمه، آمد دین ارکان طبیعت رو نوشت، تفسیر ساینتیفیک از قرآن. حالا هم میشنویم خیلی از این چیزایی که من الان میشنوم تو زمان ما دوباره تفسیر ساینتیفیک دارن میکنن. این اینا قابل مناقشه است، قابل ولو گویندش آدمای محترم و اخلاقی باشن، اما سن سواد کافی دارین تو این زمینه ها و حرفایی هم که میزنید حرف بسیار مخدوشیه، نمیمونه. مطمئن باشید اینا، من حرفای شهرو رو خوندم، من حالا آدمای دیگر غیر ایرانی رو میگم که راحت تر بتونم در موشون سار نظر کنم، من با شهرو صحبت کردم، هم آدم بالاخره زحمت کشیده. ببینید ما نهضتی داریم در میون مفسران قرآن به نام نهضت مهندسی، یعنی با علم مهندسی آمدن رفتن سراغ تفسیر قرآن، صرفا عربی میتونن، عربی و ذهن ریاضی دارن. ببینید چی از توش در میاد. کافیه شما کتاب شهرو رو بخونید، بعد مقایسه هم بکنید با برخی از تفسیرهایی که میشنویم الان، ببینید خودش از توش چی در میاد. این میخوام بگم تفسیر، من هم با انحصارگری هر طبقه مخالفم. خودتونم دیدید فراوان در انتقاد از روحانیون و مراجع که حرف نامربوط زدنم نوشتم، اما این که بیان بگیم نه چون حالا چهار تا به اصطلاح چون این آدمای چیزی هستن، آدمای بسته‌ای هستن، بنابراین دیگه ما به تخصص نیاز نداریم، بنده معتقد هستم نفی تخصص باز کردن در جهالت است. اینو با صداقت و صراحت عرض میکنم، در هر رشته‌ای شما اگه تو رشته پزشکی آمدید و نیازی ندانستید که متخصصان پزشکی اظهار نظر بکنن، اون وقت هر کسی میاد ادعا میکنه، هر سوزنزنی هم ادعا میکنه بنده پزشکم، کمان که الان توسعه علوم اسلامی همین. این تفسیر برای که پیغمبر محکوم کردن همین تفسیر است که الان میشنویم دیگه، هر کسی مطابق ذوق سلیقه خودش میاد یه حرفای میزنه. خب این خیلی جای بحث داره، یعنی میتونم فراوان در این زمینه اگر فکر میکنید هنوز حل نشده بیشتر توضیح. ممنونم. در ادامه صحبت سال دوم که مطرح شده در مورد آقای حیدری، نوشتن که آیت الله حیدری هم به نوعی در تلاش هست که به بازسازی معارف دینی بپردازند، اما به قول خودشان ایشان رویکرد درون دینی دارن و روش خودشون رو متفاوت از روش های سروش میدن، چنانچه که آقای سروش سعی بر دین شناسی خارج از دین دارن. نظر شما درباره موضع‌گیری اخیر بعضی از نواندیشان دینی مثل آقای سروش درباره حیدری چیست؟ حالا این دو سال بود. سال بخش اول سال من حقیقتش ندیدم همچون چیزی در آثار ایشون، حالا شاید کمتر باید بیشتر مطالعه کنم، یعنی شباهت فراوانی توی مسئله تعدد فهم‌های دینی بین اون چه که آقای دکتر سروش نوشتند و تو این زمینه خب جزء پیش قدمان هم بودن، با جناب آقای حیدری شباهت فراوانی دیدم. ولی این که ایشون روش خودش داشته باشه هیچ اشکالی نداره، من اصلا در مورد بحث این قضايا وارد نشدم، صرفا اشاره کردم در مقالم، اشاره کردم که ایشون در این زمینه ها نوشتن، چیزی بیشتر از این نگفتم. اما در مورد قسمت دوم پرسش، بله هم به اصطلاح در این زمینه اطلاعیه جمعی از نواندیشان دینی صادر کردن و علاوه بر آن جناب آقای دکتر سروش هم یک گفتار شفاهی هم در این زمینه منتشر کردن. خب اون اعلامیه رو برای منم فرستاده بودن، خب من امضا نکردم به خاطر که سال هاست من اعلامیه امضا نمی کنم، چندین سال است، به خصوص تو مسائل دینی، مسائل سیاسی حالا فرض بکنید بیانیه دارد، اما مسئله دینی که بیانیه، این که امر سیاسی نیست که بخوام در موردش بیانیه صادر کنیم. به علاوه خب اختلاف نظر هم در برخی مسائل فراوان هست، همین مسائلی که اشاره کردم باعث میشه که ادله من در یا رویکرد من در بسیاری از مسائل با دوستانی که به عنوان نواندیش دینی خودشون رو خطاب فرمودن متفاوت باشه. بنابراین ترجیح دادم تو بسیاری از مسائل چندین سال اخیر هیچ مسئله رو امضا نکردم، معنیش نیست که کلن موافق نیستم، معنیش در برخی مسائل هم نظر نیستم، از جمله تو این مسئله معتقدم در اون بیانیه که دوستان محترم امضا فرمودند متن به حاشیه تبدیل شده بود.
اون چه که در قضیه آقای حیدری اتفاق افتاد متنش این بود که ایشان یک نظر نادرستی رو به علمای شیعه نسبت دادند. یعنی این تکفیری دانستن تشیع این قطعا غلط است بدون هیچ تردید. ادله آوردم ایشون در این به اصطلاح استدلال دارن منتشر بکنن، منم پاسخ خواهم داد. اما اینکه حاشیه چه بود؟ حاشیه بود که جمعی ایشون رو نقد کردن، بعضی هم بسیار عنیف نقد کردن، خب این حاشیه رو تبدیل به متن کردیم. ما یک کلمه گفته نشد که ایشون حرف درستی هم زدن یا نزدن. این مال اون اعلامیه. اما در مورد فرمایشات آقای دکتر سروش هم اگر ایشون مقاله من رو مطالعه کرده بودن با دیده عنایت، خب نکات دیگری می‌فرمودن. ایشون هم مطلقاً وارد این مسئله نشدند، یعنی وارد نکته اصلی آقای حیدری نشدند و بحث رو همون به اون حواشی فی الواقع تکفیر، البته تایید کردند که کسی ایشون تکفیر نکرده، این نکته مثبت فرمایش ایشون بود. خب منم مثل ایشون با اون برخوردهای حاشیه‌ای که با ایشون صورت گرفت موافق نیستم. ایشون در این حال از اینکه یک روحانی آمده این حرفا رو زده که بخشش حرفای خود ایشون البته حمایت کردن، اما به طور کلی وارد اصل مسئله نشدند و اون اصل مسئله همون بود که من تو مقاله نوشته بودم. بالاخره اگه شما تایید می‌فرمود که شیعیان تکفیری بودند، یه ادعای اصلی آقای جناب آقای حیدری هست، این مسئله اصلی است. نماینده‌شان محترم با تکلیفشون با در مورد مسئله مشخص کنن. مقاله که یکی از اونها با اسم نوشته بود کاملا مقاله نادرستی بود، من در پاورقی اشاره کردم. یعنی وقتی میخوام وارد مسائل علمی بشیم نمیشه خطاب خوند، باید مستند و مستدل صحبت کرد. عالمی اومده صحبت کرده، عالمانه با سخنش رو نقد کرد یا تایید کرد. عرض من همین بود. بنابراین انتظار دارم آقای سروش حداقل بعد از انتشار نقد من اون رو مطالعه بفرمان، نظرشون رو بگن در مورد این مسئله. واقعا مسئله مهمی است برای همه ما، این مسئله مهمی است. اگر ادعای های جناب آقای حیدری صحیح باشه، خب ما هممون باید شرمنده باشیم. و من عرض کردم احدی رو نیافتم. اگر آقای حیدری میفرمان هست معرفی کنم. من با صادقانم نوشتم، هر جا حتی در مورد ناسبی هام نوشتم که من با ناسبی مخالفم، اما اینجوری نیست که محدود رو دم بدانم، که اونم حق دفاع داره. اصلا اعدام هم اینجا نیست مسئلهش. یه دیگه به صراحت اونایی هم که آمدن در مورد محدود الارث هم که کسی جرئت نمیکنه اینا رو بنویسه، بند هفته مقاله منو بخونید. اونجا با صراحت اومدم نوشتم، رفرنس هم دادم و نقدم کردم. یعنی تعارف نداریم، هر کسی حرف غلط زده باشه باید محکومش کرد از علما. اما اگه حرف غلطی نزده باشه چرا باید اومد و ملوث کرد مذهب رو؟ این نادرسته. و انتظار میرم، منتظرم جناب آقای حیدری مستند به این مسئله بپردازن. دوستان نوعندش هم خودشون میدونن تکلیف خودشون و خودشون بهتر. عرض من این بود. ممنونم. سوال کوتاهی مطرح کردن، اسلام واقعی یعنی چه؟ چون اینقدر تفاسیر متنوعی از اسلام داریم، آیا اسلام قرآنی همان رویکردی است که باید در پیش گرفت؟ این همه من عرض که صحبت کردم، حالا نمیدونم گوش کردید اصلا یا نکردید. حالا من نقد اسلام قرآنی صحبت کردم، حالا اینقدر اسلام قرآنی باشیم یا نباشیم باید چرس کنم. حالا اسلام واقعی، ببینید این اصطلاح اسلام واقعی نزد خداوند است، اما این که نزد پیامبر است. اما این که اون چه که ما داریم فی الواقع فهم ما از کتاب و سنت بیشتر نیست. فهم ما هم آدم هستیم، جایز الخطا هستیم، میتونه متفاوت باشه. بنابراین فهم هیچ کدوم ما از ما اسلام واقعی نیست، من نمیتونم ادعا کنم. علمایی هم که ما داریم، آنچه هم که من درس میکنم دیگری میتونه نقد کنه، کما که من دیگرون رو نقد میکنم. بنابراین هیچ کدومش نمیتونیم بگیم اسلام واقعی همونی که در نزد خداوند تبارک و تعالی موجود است. اما میتونیم بگیم که الواقع اغلب عالمان دین این رو چگونه فهمیدن. یک نکته. نکته دوم که فراوان این رو از من پرسیده شده و فکر میکنن که این اشکال اسلامه، چرا از اسلام تفسیرهای مختلف میشود؟ چرا نشود؟ شما چی سراغ دارید که
کدام امر انسانی سراغ دارید که تفاسیر مختلفی ازش نشده باشد؟ همه امور انسانی، همه امور تکستوال، متنی، به گونه‌ای هستند که تفاسیر مختلف ازش میشه. یه مثال ساده برای شما بزنم. ببینید قوانین اساسی در همه کشورها به گونه‌ای نوشته میشه که بسیار شفاف، روشن و تعیین کننده باشه. اما همین قوانین اساسی در بسیاری از موارد تفسیرهای متفاوت برمی‌داره. شما نگاه بکنید شورای نگهبان ایران چجوری قانون اساسی رو تفسیر میکنه. حالا فرض بکنید امثال بنده تو اونجا بودیم، اصلا تفسیر ما فرق میکرد. اصلا بیام توی آمریکا ببینید وقتی که اینجا حداقل نقاب نمیزنن، راستش رو میگه، آقا یا خانم دموکرات باشه یه جور قانون اساسی رو تفسیر میکنه، آقا یا خانم جمهوری خواه باشه یه جور دیگه رو تفسیر میکنه. نمیگم چون اینا حقوقدان و عادل هستن دیگه باید به حرفشون گوش کرد. میدونن که این موضع سیاسی در تفسیر دخالت داره. سروش خیلی روکو پوست کرده میگن. قابل پیش بینی هم هست. حالا برگردیم به این مسئله که شما فرمودید. تفسیر از اسلام مثل دو تا چهار تا که نیست. بله ریاضی تفسیرهای مختلف رو در حدی که علمی که من اون زمان درس میخوندم نداره. اما خارج از این حوزه بیاد برای تفسیرهای مختلف داره. یادم ما جامعه روانشناسی که میخوندیم 11 تا مکتب در مورد پرسونالیتی بود، شخصیت بود. حالا شما بگید اشکال داریم به علم روانشناسی چون نمیتونه بگه پرسونالیتی یعنی چی؟ ببخشید این ناشی از عدم اطلاع شنابالیه. تو جامعه شناسی ما رویکردهای متفاوت داریم، در علوم سیاسی رویکردهای متفاوت داریم، تفسیرهای متفاوتی داریم. در علوم دینی هم همین جوریه، در ادیان دیگه هم همین طوریه. شما همین مثالی که الان تو همین جلسه زدم، پروتستان ها اینقدر کلیساهای زیادی دارن، اینقدر فرقه ها دارن که فکر نمی‌کنم عمر ما کفاف بده اینا رو فقط بشناسیم. پس خلاصه بکنم، این که شما فکر میکنید تفسیرهای مختلف شدن اشکاله، خیر چون این نیست. اما همین دین ضابطه داده، این ضابطه ها میزان داده، ما با طبق اون میزان ها رفتار بکنیم. مثلا در مورد روایات پیغمبر به ما یاد دادن آقا روایتی که معارض با قرآن باشد را نپذیرید. برخی از اخباریون این را توجه نکردند، یعنی همه خیلی از روایات را پذیرفتند اینا معارض قرآن، اشکال با اونا وارده. اسلام قرآنی هم که پرسیدید، خیر این درست نیست، اسلام درستی نیست. کسی که به شما میگفت اسلام من قرآنی است، در صحت گفتارش تردید بفرمایید. اسلام ما اسلامی است مبتنی بر کتاب و سنت، کتاب خدا و سنت رسول الله. اینو هم شیعه میگه هم سنی میگه. اگر کسی گفت که من فقط سنت هستم، مثل اخباری فقط به اخبار میخوام توجه کنم، بذاریش کنار. اگر این کسی گفت من فقط میخوام به کتاب توجه کنم، سنت پیغمبر رو میخوام بذارم کنار، اونم توجه نفرماید. هر دوتا ضمناً بسیاری قرآن مثل کلیات اسلام میمونه، بسیاری از جزئیات فقهی شما در سنت است، در کتاب که نیست، در قرآن نیست، مثل قانون اساسی میماند. چون توی برخی از استدلالهای مضحک و من میبینم فلان چیز تو قرآن نیست بس وجود ندارد، ببخشید بی‌سوادید که میگویید. از روز اول همه سنی و شیعی رو قبول دارن. حالا شما از کجا آمدید؟ با کدوم پشتوانه علمی دارید حرفا رو مطرح میکنید؟ این در و پیکر داره، ببخشید این علوم در و پیکر داره. کسی بدون اطلاع از 14 قرن زحمتی که علما کشیدن، حالا بیاد حرف بزنه فقط از قرآن بذار جلوش با صرف عربی دونستن بخواد اظهار نظر بکنه که نشد حرف. من هر سالی که ازم میشه نگاه میکنم ببینم علمای پیشین چی گفتن، اهل سنت چی گفتن، علمای پیشین شیعه چی گفتن، مفسرین چی گفتن، محدثین چی گفتن، بعد سرجم آدم به یک نظر میرسه. اما مثل یادم عربی که بود به نام عربی آسان میخوندیم اونجا، حالا هم شده تفسیر آسان، اسلام آسان، این به جایی نمیرسه و قابل دفاع نیست. خیلی ممنونم. البته فکر کنم وقت خیلی کمه، برای همین آخرین سوال رو یک کمی مرتبط به موضوع روزم مطرح کردن. گفتن که با نگاهی به آمار رای دهندگان به آقای ترامپ، مناطقی که به رنگ قرمز در اومدن، میتوان دریافت که مناطق روستایی و مذهبی بیشترین پشتیبانان این فرد پوپولیس هستند.
آیا نمیتوان این گونه نتیجه گرفت که دینداران انسانهای ساده ای هستند که تحت جریانات عوامگرایی قرار میگیرند؟ چرا این امر در اقصی نقاط جهان دیده می شود که به ظاهر دینداران آسانتر فریب می خورند؟ بله، حرف نادرستی نیست. یعنی البته نمیتونیم بگم همه اونایی که بهشون رأی ندادن آدمای بیدینی بودن. خیر، اونها هم به هر حال اعتقادات دینی داشتن، بخشش هم نداشتن. ولی این درسته، بخش هایی که بیشتر وسط آمریکا هستند و ارتباط کمتری با اقیانوس و فضای آزاد داشتن، خود به خود جامعه بسته نبوده، اینا جامعه بسته هستند. آدم وقتی مسافرت هم میکنه اونجا کاملا احساس میکنه. بلاز تحصیل هم پایین تر هستن غالبا، نه همه. و بلاز باورهای دینی هم خب دیندار سنتی تر محسوب میشن، نوعا اونجلیکن ها اونجا هستن و به راحت تری حرفا رو میپذیرن. یعنی در نظر بگیرید 70 میلیون نفر آقای ترامپ رای برده. یعنی این تفکر حداقل 70 میلیون نفر پیرو داره توی آمریکا. تو هر جامعه دیگری هم برید، شما الان این برای طلبان نجات پرست سفید پوست مسیحی در آلمان، در ایتالیا، در کشور دیگه کم نیستن، همه جا هستن. ایشون اومد شکاف ها رو، گسله ها رو فعال تر کرد. متاسفانه چنین هست، اما در کنارش خب دینداران، اینجا بهشون میگن دینداران لیبرال، در فرض کنید ایران میگه دینداران نواندیش، اونها هم کم نیستن و دارن رشد میکنن. باید هممون کوشش بکنیم که این تلقی سنتی رو که زود باور هست، اینها رو بیشتر با تحصیلات جدید آشنا بکنیم که اینا چشم گوششون باز بشه و نتونه کسی سوارشون بشه. من هم بیش از این حرفی ندارم، اما درس های فراوانی میشه از این انتخابات برای ایران گرفت که یاد بگیریم که چجوری رأی مردم مؤثره و چجوری رأی تک تک ایالت ها رو میخونن و مردم احساس میکنن که واقعا اونها هستن که دارن رئیس جمهورشون رو انتخاب میکنن، نه که کس دیگری بیاد. و وقت بیاد اون آقا تو تلویزیون، آقا استاد دانشگاه هم هستن، البته از این استاد دانشگاه های مثل چه عرض بکنم، بیاد بگه که اشکال آمریکا اینه که اینها ولایت فقیه و شورای نگهبان ندارن. اگه داشتن هم لحظه اول مثل سال 88 تنگ تکلیف میکردن و اون چه که لازم میدونستن از صندوق در میآوردن. برها حالا این بس جای دیگری داره، انشالله در زمان خودش بهش بپردازیم. من دیگه فعلا بیش از این عرضی ندارم، از همه دوستان هم به خاطر صبر و تحملشون سپاسگزارم. اگر پرسشی هم باقی مونده لطفا برای من بفرستید، من پاسخ خواهم بود. از جانب من و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خیلی ممنونم. پرسش‌های باقی موندم همونطور که از طریق ایمیل دریافت کردیم و چیزایی که در لایو و قسمت چت گوتو میتینگ بودم همه رو جوابری میکنم و خدمت آقای کدیور ارسال میکنیم. انشاءالله پاسخ اونام به دوستان ارسال خواهیم کرد. خیلی ممنونم از همه شما دوستان که شرکت کردین و تشکر میکنم از آقای کدیور. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز خوبی داشته باشید.